روند ساخت 2500 واحد مسکونی به ارزش 19 میلیون دلار آمریکایی در شهرک سعادت در هرات جریان دارد. ولی هرات و هیئت اتحادیه اروپا از جریان ساخت این شهرک بازدید کردند. این برنامه از سوی وزارت شهرسازی با همکاری مالی اتحادیه اروپا به پیش برده می شود. همکارم گزارشی دارد که با هم می بینیم. جریان ساخت خانه‌های مسکونی برای مهاجرین و افراد بی‌بضاعت در شهرک سعادت در هرات جریان دارد. عبدالقیوم رحیمی والی این ولایت و هیئت اتحادیه اروپا از جریان ساخت این شهرک در ولسوالی زندجان دیدن کردند. آقای رحیمی میگوید قرار است امور توسعه‌ای شهرک سعادت مطابق مسترپلان تفصیلی که از سوی وزارت شهرسازی منظور شده است با همکاری مؤسسات بین‌المللی سرعت پیدا کند. قدر این کار محافظتشه، امنیتشه به طریقه درست بگیرن که انجنیرای ما مردمی که میان اینجا کار میکنن و به امنیت بتونن کار خودشون. بر اساس این ماستر پلان در کنار ساخت سرپناه و توجه به امور آبرسانی و توسعه این شرک، جاده‌های اصلی و فرعی آن نیز به شکل پخته اعمار می‌گردد. مواد ساختمانی این سرپناه‌ها از منابع محلی تامین می‌شود و هزینه آن نیز از سوی مؤسسات بین‌المللی پرداخت می‌شود. آقای نیکولاس نماینده بخش انکشافی اتحادیه اروپا در افغانستان نیز کمک به فراهم ساختن تسهیلات زندگی به شهروندان به ویژه مهاجرین و خانواده‌های بی‌بضاعت را از اولویت‌های کاری خود اعلام کرد. تعداد مردم عزیز ما که در اثر حوادث مختلف بیجا شدن، شهروندان عزیز ما که اونا عودت میکنن و اونا نیاز به همکاری دارن، برای یکی از برنامه های بزرگ به سطح افغانستان اینا حمایت مالی میکنن که از این طریق بتونن مشکلات شما مردم عزیز این نماینده اتحادیه اروپا میگوید بزرگترین پروژه ها را به خاطر حمایت از مهاجرین و افراد بی‌بضاعت روی دست دارد. شهرک سعادت که مخصوص مهاجرین خانواده شهدای نیروهای مسلح می باشد در 35 کیلومتری غرب شهر هرات در سایه 2000 جریب زمین ساخته شده که در آن صدها خانواده ساکن هستند.